گوشه دو بیتی. باید بدونیم که وزن دو بیتی یکی از انگاره‌ها و الگوهای پرکاربرد در موسیقی کلاسیک ایران یا همون موسیقی ردیف و موسیقی دستگاهی هست. این گوشه رو میتونیم با این شعر زمزمه کنیم و بنوازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. اشاره ها ببینید اینجا همه در تداوم و ادامه ریز میاد، میگه اگر دو تک ریز رو سله، همش اشارهش میاد رو فا. اگرم، حالا ادامه وزن و جمله بعدی از دل ریز دوباره میاد. ببینید حالا گر انگیزدم از دل ریز لشکر میاد. ببینید حالا اینجا پوزیسیون تغییر پیدا میکنید، دو تک ریز اشاره، ببینید اینجا میتونید یه تزینم بشودید. و اینجا هم میتونه در واقع یک غلطی وجود داشته باشه که با دوبل کردن نوتا، یعنی می بمول با می کرون با هم گرفته میشه. البته می بمول دو تا سیون میگیرید، می کرون یک سیم. خب حالا ادامش که خب اینجا اول بگم که کاملا مثل تیکه قبلی هست و تمام مزراها داره تکرار میشه، وزنم که همون هست. ببینید دو تک ریز اشاره که از دل ریز دوباره تیکه بعدی میاد که ببینید دو تک، حالا اینجا پوزیسیون تغییر پیدا میکنه، خب حالا تیکه بعدی کاملا مثل تیکه قبلی، دو تک ریز اشاره حالا ببینید دو تک. اینجا دیگه تیکه سوم و چهارم، این دو تا تیکه آخر به هم چسبیده هست. از این اوبون یعنی تیکه چهارم اینا به هم چسبیده هست، یعنی از دل اون دوی که داریم ریز میزنیم تیکه آخر میزنیم. یا این تیکه آخر رو میتونیم اشاره هاش رو به سمت جلو بدیم که یک نواختی در جریان حرکت موسیقی به وجود نیاد. ببین دو تک ریز از دل ریز یه سه تک میزنیم، دو سی دو. نورعلی خان برومند تمام اشاره ها رو به سمت پایین میده. ببینید به این صورت زده، یعنی به دو داره اشاره میده.
که اینجا در واقع توقف میکنه گوشه دو بیتی. خب حالا میریم سراغ اجرای گوشه.